با شما هستیم در ادامه برنامه و امروز در رابطه با سرفه صحبت میکنیم که حتی ایمل جان گاهی سرفه زیاد هم میتونه که خطرناک باشه بر بعضی افراد. امروز صحبت کامل داریم در این بخش، شما میتونین تماس بگیرین بر 4656 و دکتر فردین فضل متخصص طب فامیلی مهمان ما هستن. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیزتون. امیدوار هستم موضوعی که در این برنامه بحث میکنیم مورد علاقمندی و دلچسپی بیننده عزیزتون قرار بگیره و هدفی که این بخش برنامه تون داره که بلند بردن سطح سواد سی هموطنان عزیز ماست، در پیامای ما بتونیم تا جایی به هدف نائل شویم. بسیار خوش آمدین جناب دکتر صاحب. سلام. از علت صحبت را آغاز میکنیم که علت سلفه کردن چی بوده میتونه؟ پیش از اینکه سر علت بیایم اول از سلفه یک تعریف بکنیم که سلفه چی است. سرفه یک مکانیزم دفاعی بدن ما و شما است که هدف از ایجاد سرفه تخلیه کردن، پاککاری و تصفیه ششها و راه تنفسی از ترشحات، میکروبا و مواد اضافی چیزها است، جسم اجنبی. خود این مکانیزم دفاعی کسی میتونه ارادی باشه و یک مکانیزم دفاعی است و چطور ایجاد میشه؟ در ماهنگی با مغز ایجاد میشه. در خود در طول مسیر سیستم تنفسی ما و شما بعضی گرندهای سرفه داریم که گرندها حسی هستن، وقتی که با مواد مخرش مواجه میشن بر دلیل امکان داره که باعث سرفه پیش مریض ایجاد شوه. عوامل مختلف باعث سرفه ایجاد سرفه شده میتونه. میتونه که سرفه از باعث میکروب ها ایجاد شوه، سرفه به صورت میخانیکی از باعث مواجه شدن با مواد مثلا گرد و خاک و دود و مواد حساسیت زا، بعضی وقتها حتی تیزاب معده اگر بالا بیایه امکان داره باعث تخریش گلو شوه و باعث ایجاد سرفه شوه، و در بعضی موارد حتی امکان داره سرفه از باعث عوارض جانبی بعضی دوا باشه. مثلا یک گروه دوایی ضد فشار بالا است که اکثرت افراد مسن استفاده میکنن، با نامش هم آشنا هستن، اکثرا در بین مردم به نام تبلت های چهار خط یا چهار ترک میشناسنش که استفاده از همو دوا و خاندان همو دوا باعث سلفای خشک بشه. 15 تا 20 درصد افرادی که از این دوا استفاده میکنه شده میتونه. خیلی عام است بین فامیلا که سلفه را یک چیز عادی فکر میکنن. سلفه تا چند روز میتونه یک چیز عادی باشه و خطرناک نباشه؟ سلفه معمول ترین نشانه امراض تنفسی است و سلفه میتونه که یک مشکل نماینگر یک مشکل عادی باشه، مثلا سرماخوردگی، در بعضی موارد میتونه نشانه از یک مرض خطرناک باشه مثل توبرکلوز، و حتی در بعضی موارد میتونه که آغاز یک پروسه مهلک و کشنده مثل سرطان شش باشه. اما خوشبختانه اکثریت سلفه هست عاملش امراض سلیم و امراض که تهدید کننده حیات نیست هستن، مثلا سرماخوردگی، برانشیت، سینه و بغل، این چیزا. دکترها و در بخش صحی به خاطر کمک در تشخیص و تداوی سرفه را از چند نقطه نظر تقسیم بندی کردن. مثلا سرفه میتونه شدید باشه، میتونه خفیف باشه، سرفه میتونه خشک باشه بدون بلغم و یا سرفه بلغمدار باشه، و از نظر زمانی هم سرفه را به سه بخش تقسیم میکنن. سرفه حاد یا کوتاه مدت که اکثرا تا 3 هفته دوام میکنه، سرفه معنت یا دوامدار که بین 2 تا 8 هفته یعنی تقریبا تا 2 ماه دوام میکنه، و سرفه پایدار و مزمن است که بیشتر از 2 ماه دوام میکنه. در سرفه کوتاه مدت اکثرا مشکلات طرق تنفسی علوی یا قسمت بالایی سیستم تنفسی ما اگر میکروبی شوه میتونه علت سلفای ها دمی چیز باشه. مثلا یک کسی سرما میخوره، یک کسی سینوزیت میشه، یک کسی برانشیت میشه، یک کسی التهاب بلعوم داره، یک کسی التهاب حنجره داره، و حتی حساسیت هم باعث سلفای هاد شده میتونه. در بخش سلفای تحت الهاد یا بخش سلفای معاند و دوامدار در تو اکثرا بعد از آفات ویروسی مریض امکان داره تا 2 ماه سلفه بکنه و کدام مشکل جدی برای مریض ممکن است ایجاد نکنه. اما سلفه های دوامدار چندین علت میتونه داشته باشه، در پلی عواملی که پیشتر یادآوری کردم، اما 4 علت بسیار معموله که همیشه یاد داشته باشن بیننده عزیز. سینوزیت مزمن و مشکلات حساسیتی باعث سلفه دوامدار شده میتونه که سلفه مریض یک کسی از 2 ماه 3 ماه سلفه میکنه. کسایی که اسما برانشیال دارن یا یک مشکل حساسیتی ششها است که در او نلای شش خود تنگ می سازه، زخیم می سازه، افرازاتش بیشتر میشه، پیش مریض امکان داره سلفه، نفس تنگی، تنفس صدادار و همچنان گرفتگی قفس سینه ایجاد شوه. بعضی وقتا شاید هم برای بعضی جالب باشه، خود بالا آمدن تیزاب معده میتونه باعث سلفه دوامدار شوه. یک کسی از بارا آنتی بیوتیک میگیره، بارا دوای ضد سلفه میگیره، و سلفه هیچ وقتی آرام نمیشه، و علتش میتونه که سلفه
باشه که از باعث بالا آمدن تیزاب معده باشه و علامه از این ببخشین علامه ای که سرفه ای که باعث تیزاب بالا آمدن تیزاب معده میشه اکثر مریض وقت بعد از غذا خوردن سرفه پیش پیدا میشه که با بستر میره سرفه ایجاد میشه ولی مریم جان از قلعه فتح الله روی خط تلفن هستن میشه وصل بکنین سلام مریم جان صبحتان بخیر سلام علیکم مریم جان امل جان خوب هستین تشکر سوال تا مطرح بکن مریم جان بچه ایم زیاد شدید سلفه دارد چه کام از گلونش میه دوای بود مکروم باش گفتم شربت هم گرفتم هیچ خوب نمیشه از یک افتان زیادتر شدن بله تماس تانه قط نکنین اگر سوال داشته باشه دکتر سن سوال خاص ندارم میشه بسیار تشکر زنده باشین دکتر سن بفرمین دکتر سن در ارتباط با سلفه در افراد کایل و در افراد نوزاد یا اطفال میشه که این عوامل باعث سلفه شد اما یک چیزی که در قسمت سرفه بسیار مهم است که اکثر والدین بسیار عجله می داشته باشند شتاب دارند که باید زودتر سرفه اطفالشان خوبتر شود باید عجله نکنند پیشتر گفتم که سرفه اگر تا 3 هفته هم دوام می کنه و طفل غذا خوردنش، شیر گرفتنش، فعالیتش، بازی کردنش نرمال است، اصلا جدی گرفته نشد. اما بعضی سلفه را باید جدی بگیرن. اگر سلفه که بیشتر از 3 هفته دوام میکنه، سلفه که همزمان با درد قفس سینه یا پرش سینه باشه، سلفه که همزمان با نفس تنگی باشه، سلفه که با تب و لرز باشه، سلفه که همراه با بلغم خوندار باشه، سلفه که مریض لاغر شده برای ناخواسته لاغر وزن ببازه اشتهای مریض خراب شوه خستگی بیالی داشته باشه این سلفا را باید جدی بگیره و عاجل به دکتر مراجعه کنه بله یک سوال دیگه سایلا جان با ما تماس گرفتن و پرسیدن به همکارانمون گفتن که اگر در زمان سرفه خون از گلوی شخص بیاد در سرفهش خون باشه این خطرناک است آمدن خون یک علامه خوب نیست شاید این خون میتونه از گلو باشه یا از میده؟ این فرق میکنه نیاز است که باید به دکتر مراجعه بکنه به دکتر معالج خود و او ارزیابیش بکنه ممکن است که یک مشکل عادی باشه که از باعث یک برونشیت حاد باشه و یا ممکن است که شروع یک مشکل خطرناک خود ناخسته باشه اما به هر حال هر سرفه که بلغمدار است و در بلغم خون دیده میشه نیاز است که باید مریض با دکتر معالج خود مشوره بکنه بله تغییرات فصلی هم باعث سلفه میشه دکتر سر بدون شک ما فعلا در موسم سرما قرار داریم و شاید هم شما هیچ خانواده را سراغ نداشته باشین که یک نفر دو نفر با مشکل سرماخوردگی یا مشکل تنفسی دچار نشده باشه خود تغییر موسم بنابر چند دلیل میتونه که مشکلات تنفسی را ایجاد بکنه که در هوای سرد نشونمای ویروس ها و میکروب ها بسیار زیاد است که پدوم در هوا وقتی که سرد و خشک میباشه قطرات هوایی که در او ویروس ها میباشه یا بکتری ها میباشه در هوا در حالت معلق هستن دکتر سب صحبت های از عبدالقاهر جان مشنایم از خیرخانه ادامه میتیم انشالله قاهر عزیز سلام صبحتان بخیر بله سلام علیکم صبحتان بخیر میشه سوالتان مطرح بکنین صبح شما بخیر از دکتر صاحب بله از دکتر صاحب یک سوال دارم بفرمایید امی یک دو ماه پیش مماری شدم ششای ما چرک گرفته بود فعلا سلفا هم ندارم امی یک طرف ششم درد داره درد داره میشه برای ما مشکلی سببون بسیار تشکر زنده باشین خب بپردازیم به تغییرات فصلی بعد بیم سر سوال نا درست تغییرات فصلی گفتم هوا رطوبتش کمتر میشه هوا خشک میشه و در این حال قطرات هوایی که در حالت عادی در فصل مثلا تابستان که هوا گرم است رطوبت هوا بیشتر می باشه قطرات اکثرا در زمین رسوب میکنه اما در فصل سرما این قطراتی که هاوی ویروس ها است اکثرا در حالت معلق است وقتی که ما در بیرون در فضای آزاد میبریم تنفس میکنیم میتونه که ما را منتن بسازه و در این حال در فصل سرما خود تغییر موسم چون اکثرا فامیلا میخواین متراکم در یک اتاق زندگی بکنن کلکینا بسته است دروازه بسته است خود همی تراکم نفوذ در یک محیط سربسته زمینه سرایت و انتشار میکروبا را مساعد میساز دو خاطر تغییرات فصلی میتونم باعث مشکلات تنفسی شود بله و دوست بعدی ما سوال کرد قهار جان پرسیدن قهار جان من پرسان نکردم که سن سوالشون چند است و مشکلشون واقعا مشکل حاد بوده یا مشکل ایکس که دوامدار سرفه داشتن اما دردای قفس سینه بعد از سرفه
امکان داره که پوش شش التهابی شده باشه و یا ایست که بعضی وقتا از بس که مریض سلفه شدید میکنه امکان داره که شای عضلی که در خود قفس سینه ایجاد میشه باعث تو درد شده بتونه، اما رویم رفته اگر دردایشون یک طرفه است و تجدید پیدا میکنه خوب است که یک بار با دکتر معالجشون ببینن که نشه با تعقیب سلفه کدام اختلاطی از باعث سلفه داشتشون باقی مونده باشه که به موقع شناسایی شه و تداوی شه. بله، یک تماس دیگر گرفتن همکاران ما، اشرف جان، محمد اشرف تماس گرفته بود و سوالش این بود که من زمانی که آب سرد می نوشم و غذا می خورم سرفه می گیرم، چرا؟ دلیلش چی است؟ آیا قابل نگرانی هست؟ من پیشتر گفتم یکی از عوامل سرفه فاکتورهای میخانیکی است. فاکتورهای میخانیکی به چی معنا که وقتی یک جسم اجنبی یا یک عامل فیزیکی گریندای سرفه را در طول مسیر سیستم تنفسی یعنی حساس میسازه باعث سلفه شده میتونه. مثلا از اون جمله یکی مواجه شدن با هوای سرد و گرفتن آب سرد است، خصوصا کسایی که بنیه حساسیتی دارن، یعنی گرفتن آب سرد باعث حساسیت شده میتونه. و در این حال گرفتن غذا، بعضی غذاهای مخرش اگر تون باشه، خیلی شیرین باشه، بسیار نمکی باشه یا شور باشه، اینا چون باعث تخریش میخانیکی گریندای سلفه میشه میتونه باعث سلفه شود. و یک دیگه هم پیشتر که براتون گفتم رو فراموش نکنم که شاید هم بالا آمدن تیزاب معده امکان داره باعث تخریش معده شود که با تعقیب گرفتن غذا همین مشکل میتونه ایجاد بکنه. اگر مریض دلجوشی داره یا جگر سوزی داره، نفخ و باد داره، بدازمی داره، تیزاب معدهش بالا احساس میکنه که می این مساله رو باید از یاد نبرم. بسیار تشکر جناب دکتر. سلامت باشین. ما در بخش سرخط امروز بیشتر در رابطه با خشونت علیه زنان صحبت خواهد داشتیم با جناب رویا دادرس. شما هم میدانین که سوالات تا مطرح بکنین. امروز 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان هستند. با حال وقفه میگیریم، پس از وقفه بیننده بخش سرخط باشین. سلام دوست عزیز، برای ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنید.